ادامه قدرتمند خیزش مردم در خیابان‌ها، بازار، مدارس و دانشگاه‌ها جمهوری اسلامی را در چه وضعیتی قرار داده؟ دستگاه خسته سرکوب چه زمانی از نفس می‌افتد و گام بعدی مردمی که به پا خواستند چیست؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. از حضور گسترده مردم در خیابان‌ها در روز شنبه، یک شنبه هم بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها شاهد اعتراضات دانشجو آموزان و دانشجویان بود. اعتصاب بازاریان در چندین شهر به خصوص در مناطق کردنشین کماکان ادامه یافت. همزمان در عصر یک شنبه در بعضی شهرها از جمله مهاباد و سنندج مردم باز هم به خیابان آمدند. مقام های جمهوری اسلامی که در روزهای گذشته تداوم خیزش مردم را انکار می کردند، امروز روش تکرار تهدیدها را پیش گرفتند. تا کنون جمهوری اسلامی روش های مختلف سرکوب را امتحان کرده، اما هیچ کدام نتوانستند جلوی اراده مردم را بگیرند. گام بعدی مردم چه خواهد بود؟ همراه این با شاهد علوی همکارم که اخبار اعتراض ها این روزها دنبال میکنه. شاهد، به ما بگو که امشب چه خبر بود؟ داریم سلام به شما سیما و همین بینندگان و عزیزانی که با پیام‌های دلگرم کننده شون در واقع ما رو کمک می‌کنن برای ادامه این پوشش ویژه. همین لحظه که با هم صحبت می‌کنیم، در سنندج، در منطقه غفور، گلشن، 25 کارآموزی، تختخان، اونجا درگیری هست، آتش روشن کردن، خیابون‌ها رو مردم کنترل می‌کنن. در واقع در 23 نقاط شهر هم غیر از این نقاط که من اشاره کردم، ماموران مسلح به کلاشینکوف ایستاده، اما مردم عملا این چندین محله رو درش اعتراضات برگزار کردن مثل دیشب و همین الان که با هم گفتگو میکنیم، یعنی در واقع شب روز یک شنبه اونجا اعتراضات ادامه داره. علاوه بر سنندج، در مهابات هم الان در میدان شهرداری و برخی خیابان‌های دیگه مردم آتش روشن کردن، خیابون رو بستن، شعار میدن، شعارهای علی حاکمیت، رأس حاکمیت خامنه‌ای و دیکتاتوری میدن و عملا شهر، اون مناطق از شهر در کنترل مردمه. علاوه بر سنندج و مهاباد، در این دقایق در زنجان هم تجمع داریم. این تجمعاتی است که البته گزارشش به ما رسیده، طبیعتاً مثل هر شب باید تکرار کنیم که ما نمیدونیم در مورد مناطقی که به خاطر محدودیت اینترنت خبر نداریم دقیقاً داره چی میگذره و البته برخی ویدیو هم دیرتر به دست ما خواهد رسید. در طول برنامه خواهیم پرداخت. اما اگه ادامه بدم وضعیت امروز رو در طول روز، نه همین لحظه مشخص، ما در ایران در شهرهای مثل روانسر، مهاباد، بوکان، سقه، سنندج ویدیوهایی داشتیم که برخی از کسبه، برخی از بازارها تعطیل بودن. مهاباد بازار اصلی بود، روانسر بسیار از مسیرها بود، سقه به همین ترتیب، بوکان به همین ترتیب، که اینها تعطیل کرده بودن. نمیتونیم بگیم همه شهر تعطیله، اما تصاویری که ما داریم نشون میده که برخی از بازارهای عمده این شهرها تعطیل بوده که ممکنه هم متأثر از مسئله میلاد پیامبر باشه به تعبیر اهل سنت، بخشیش هم متأثر از همراهی با اعتراضات در دومین روز چهارمین هفته اعتراضات. اما البته همین لحظه هم که با هم گفتگو می‌کنیم، ما در تبریز و در نازی‌آباد تهران ویدیوهایی داریم در واقع از همون شیوه اعتراض خودرویی که آدم‌ها میان بیرون و عملاً به اصطلاح بس اعتراض میکنه. اما چیزی که الان خبری که اومد، من یه لحظه حواسم پرت شد، خبری هست در مورد درگیری مردم با نیروهای سرکوب در کرمانشاه. به این ترتیب همین لحظه که با هم گفتگو میکنیم در کرمانشاه هم درگیری داریم. اگر بخوام سریع، بله، کرمانشاه هم اضافه شد به سنندج، مهاباد و زنجان در همین لحظه که با هم گفتگو میکنیم شامگاه یک شنبه. اما اگر بخوام کوتاه و سریع که بخش دیگه هم برسیم اشاره بکنم به اعتراضات طول روز، ما در دانشگاه های بین‌المللی قزوین، آزاد تهران، سوهانک، الزهرا که الان بهش میگن دانشگاه المحسا دانشجویان خودشون، آزاد قزوین، تهران، امیرکبیر، آزاد عراک، علامه، ترد مدرس و گیلان، دست کم در این دانشگاه ها تجمع اعتراضی داشتیم، دانشجویان شعار دادن و کلاس ها تعطیل بوده کم و بیش زیاد و کم. اما بخش مهمتر و گسترده
بهترش دانش آموزی بوده. اگر بخوام سریع اسم برم که همه میخوان اسم شهرشون آورده بشه، همدان، اهواز، فردیس کرج، عراق، بندر عباس. در تهران چندین منطقه از گیشا و منیریه و غرب تهران، نمیدونم بلوار شرک ولیعصر، جای مختلف، لاهیجان، گرگان، مشهد، عرضم به حضورتون که شهر ری، اصفهان، سنندج، کرمانشاه، سقز، جای مختلفی هست شهریار که دانش آموزان اومدن تو خیابون بعد از تعطیلی کلاس شعار دادن. در مهاباد و سقز و سنندج مدارس رو زودتر تعطیل کردن به بهانه میلاد پیامبر چون داشت اعتراض بوده، اما همین دانش آموزان بیرون رفتن و تصاویر زیبایی داریم از دخترانی که آزادی رو دارن فریاد میکنن بدون حجاب اجباری. این از مدارس. من عرض کردم تهران ده ها منطقه بوده، بندر عباس چندین منطقه، از مشهد 4-5 منطقه، ولی اینو فقط تصاویر که ما رسیده. اگر بخوام کامل کنم این بخش رو با خبرهایی که داریم، در واقع یک سری تصاویر داریم از چیزی که بهش میگن کاربران وحشیگری بیدلیل ماموران امنیتی. مثلا مرد جوان یه جای افتاده، اینها دو نفر سرش میریزن میزننش، یا 20 نفر مامور کودکی رو میزنن بیدلیل. یعنی انگار که، البته تحلیلگران میگن که این واکنشی هست به وحشت مأمورین امنیتی، وحشت کردن، کلافن، خسته هستن، اگر در مثلا در سقز کنار پیاده رو خوابشون برده، این گزارشی هست از دیشب شامگاه شنبه، این به این معنا هست که کاملا فرسوده هستن. و البته لازم به ذکره که به هر حال گزارشایی بود دیروز یکی از مأمورین امنیتی در سنندج کشته شد، همچنان که برخی از معترضین با تیراندازی مستقیم احتمالاً جونشون رو از دست دادن، گزارشای منتشر شده از زخمی ها. یه چیزای دیگه ای که مرتبط از با اعتراضات و گفتنش در همین فرصت کوتاه به نظرم شنیدنی هست، یکی این که همون داستان پلاک کندن ماشین هاست، شکستن شیشه هاشون هست، ادامه شعار نویسی و شعار می نویسن و فردا شهرداری پاک میکنه. البته ما تصاویر داشتیم روش خط میکشه نمیرسه دیگه پاک کنه، تعدادش من اونجوری که تصاویر میگن خیلی زیاده، فقط میرن روش رنگ میپاشن میرن. بله، عملا نمیتونن به خاطر اینکه دوباره فرداش دختران دانش آموز، جوانان، مردان، زنان میان مینویسن. و تصویر زیبایی داشتیم به باور من، زنی که حالا به نظر میرسید با توجه به اون چیزی که ما میدیم از تصویر، زن جا افتاده انتخاب کرده حجاب رو و دیگه بر اون حجاب اجباری نیست، در قم روی دیوار شعار مینویسه مرگ بر دیکتاتور. و نکته بسیار قابل توجهی که من میخوام این آخر بگم، ما دیروز در مورد امامزاده حسن و فلاح زیاد صحبت کردیم، خیلی شلوغ بود، بازار بسته شده بود، مردم اعتراضات میکردن. قابل توجه هست که این دو منطقه، در منطقه 17 هستن این دو اسم که من بردم محله، در طول جنگ 8 ساله 4000 نفر جان باخته جنگ 8 ساله دارن. در راپمای حکومتی به طور ثابت ابتدای مسیر دوم اینجا هستن، یعنی پایگاه سنتی حکومت هست. در پایگاه سنتی حکومت دیروز محله کامل در اختیار مردم بود. من بقیه بحثم رو بعدن به شما در واقع هم بسیار خب. بله خیلی متشکرم، ممنونم. همراه میشیم با مهمانان این برنامه که البته یکی یکی خدمتشون خواهیم رسید، به این علت که خب ترجیحمون این هست که شما ببینید تصاویر رو. علی حسین قاضی‌زاده همکارم که تحلیلگر هست در امور سیاسی و همینطور مهدی مهدوی آزاد مهمان دیگر ماست و مهران براتی کارشناس روابط بین الملل مهمانانی هستن که امشب در خدمتشون خواهیم بود. آقای براتی، میدونم که جز به جز دنبال کردید آنچه رو که در ایران گذشته، تحلیل شما از وضعیت فعلی چی هست؟ تصویر آقای براتی رو داریم ولی صحبت رو من با آقای قاضی‌زاده شروع می‌کنم. آقای قاضی‌زاده، فکر می‌کنید الان کجا هستند دو طرف و به خصوص مردم؟ ببینید، اتفاقی که افتاده این روز گذشته 16 مهر قطعا در تاریخ مبارزات اخیر مردم یک روز منحصر به فرد هست و ثبت خواهد شد و در آینده از این روز صحبت بسیار خواهد شد. دلیل اصلیش اینه که تا پیش از در واقع شنبه برخی تحلیلگران معتقد بودند که اعتراضات در ایران اینگونه هست که اول شعله میکشه بعد با یک شیب ملایمی رو به افول میره. برخی معتقد بودند که نه، این بار فرق میکنه و شنبه نشون داد واقعا که این بار فرق میکنه. آن چیزی که روز گذشته ما دیدیم این بود که لایه‌هایی از جامعه که اتفاقا شاید هنوز به طور کامل نپیوسته بودند به اعتراضات، ما شاهد پیوستن اونها هم بودیم به این اعتراضات و در واقع به نوعی نه فقط نیروهای حاکمیت رو بلکه خیلی از تحلیلگران و ناظران رو غافلگیر کردند. همه یه تمرکز نیروی سرکوب روز گذشته رو مراکز آموزشی بود، دانشگاه‌ها، مدارس که به مردم نپیوندند یا مردم به اونها نپیوندند.
بودن که یک دفعه خبر رسید که از خیلی مناطقی مثل بازار یا مناطق جنوب شهر، همینجوری که آقای علوی فرمودن، نقاطی از تهران دیروز به این بر واقع مردم پیوستن و اونها هم اعتراض رو شروع کردند که اصلا انتظارش نمی‌رفت یا حداقل کمتر انتظارش می‌رفت. اینه که ما از اینجا به بعد در واقع میتونیم به راحتی روی این گزاره حرف بزنیم که حکومت دیگه مالک خیابان، مالک مطلق خیابان نیست. نه به معنا که خیابان الان دست مخالفان افتاده، نه، از مالکیت کامل حکومت در اومده و از اینجا به بعد تلاش حکومت بیشتر روی این خواهد بود که تمرکزش بذاره روی حفاظت از نقاط استراتژیک. مخالفان هم تلاش میکنند که در واقع عضوگیری، یارگیری بیشتر بکنن. لایه‌های خاموش جامعه رو که هنوز به کف خیابون نیومدن، همدل هستن ولی هنوز مخالفت رو ابراز نکردن، اونها رو هم بیارن. ما با یک در واقع شیب کاملا مشخص و پیوسته‌ای داریم می‌بینیم که وزنه در واقع این ترازوی مخالفان و در واقع حکومت به نفع مردم در حال سنگین شدن هست و این روند اگر طی بشه، جمهوری اسلامی شاید زودتر از آن چیزی که در واقع انتظار میره در برابر خشم مردم تسلیم بشه. بسیار خب، آقای معدوی آزاد، شما چگونه میبینید؟ به نظر شما الان در چه مرحله هستن معترضان با حضور گسترده‌ای که دیروز نشون دادن؟ همین الان هم حتی در بعضی از شهرها مردم در خیابان ها هستن، ولی به نظر شما این توازن قدرت به کدوم سمت داره میره؟ من فکر میکنم که دیگه از روز چهارم پنجم اعتراضات بخش بزرگی از ناظران توافق داشتن که ما دیگه با یک اعتراض، یک خشم عمومی، یک انفجار خشم عمومی مواجه نیستیم، بلکه با یک در واقع پروسه بزرگ اجتماعی مواجه هستیم. میتونید اسمش رو بذارید انقلاب، شب انقلاب. اصرار دارم به نظر من یک کاملا یک انقلاب هست، هرچند در تاریخ اصولا موقعی که جنبشی پیروز میشه اسمش رو میگذارن انقلاب، در جریان اون تحول اسمش رو نمیگذارن انقلاب. به هر حال جنبشی که سرود ملی داره، نمیدونم، مثل برای مردمش مناجات میکنن، خواننده داره، هنرمند داره، چهره های مورد وسوخ داره، از اقشار مختلف هستن و حالا تو نسبت مذهبی ها رو اینجا میشه که یه بخشش مثلا علیه حجاب به عنوان نماد مذهب، اما بخشی از مذهبی ها رو پشت خودش آورده و خب همین نشون میده اعتراض نیست تو انقلابه. من فکر میکنم این سه تا فاز تا الان میتونیم شناسایی کنیم. فاز اول هم اعتراضات بزرگ بود که به خیابان های دانشگاه کشور کشته شد و تمام دانشگاه رو درگیر کرد. یه حدود دو سه روزی شاید شما فروکش کرد، شاید یک موج رو به نزول بودید. ناگهان فاز دوم شروع شد. فاز دوم کار اعتراض به دبیرستان ها کشته شد. در انتهای فاز دوم روزی بود که تمام دانشگاه کشور به اضافه دانشگاه آزاد که کم وارد اعتراض میشن، به اضافه دبیرستان ها، به اضافه شهرها مورد وارد اعتراض شده بودند. دوباره شما یک موج کوچیکی دیدید و از روز شنبه قاضی دقیق میگن به نظر من موج سوم شروع شد. در موج سوم دیگه شما میبینید تمام دانشگاه درگیر اعتراض بودند، تمام دبیرستان ها وارد اعتراضن، بازارهای تهران برای بعد از 3 سال 4 سال برای بعد از سال 97 و برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی حداقل بخش هایش، نمیگم کامل، وارد فرآیند اعتصاب شدن و شما میبینید نه تنها مذهبی ها میان، حالا حاشیه شهرها که در موج اول دوم در واقع ساکت بودن هم وارد اعتراض شدن. اون نقاطی که در اعتراضات 98 خیلی هزینه دادن، خیلی، و این وقت حالا ساکت بود وارد اعتراض شدن. نام بردید شهر قدس و شهریار و سرای آذری که حالا به صورت کلاسیک حاشیه محسوب میشه، هرچند الان جزئی از شهر تهران هست، و نقاطی که به هر حال نقاط در واقع پرمعنا، معنادار حساب میشه، توضیح دادنش سخته، مثل نازم آباد و نظام آباد تهران. این نقاط بسیار خاصی هستن، مثلا روش کار کرده باشه. در واقع نمیتونیم بگیم جنوب شهر تهران لزوما، نمیتونیم بگیم مناطق فقیر نشین، اینا مناطقی هستن توش مذهبی زیاد هست، مناطقی هستن که خاصگاه مقامات جمهوری اسلامی، بخشی از مقامات امنیتی حکومت هستن، عمدتا سال 50 از نازم آباد و نظام آباد اومده بودن و مناطقی هستن که به هر حال معروف هستش که باهاشون نمیشه شوخی کرد. و شما اون صحنه عجیب و غریبی دیدید که در جمهوری اسلامی پلیس ضد شورش مجبور شد توی نازم آباد با مردم دیگه درگیر نشه و کنار مردم بیاد و مردم جلوی پلیس ضد شورش میدادن آخون باید گم بشه. این ویدیوش همه جا وایرال شد و دیدید. من فکر میکنم ببینیم آقای مهدوی آزاد، این تصاویری که میبینید تصاویری دیشب در نازم آباد بود، بفرمایید. بله، یک صحنه استثنایی بود که در واقع اتفاق، من فکر میکنم این روند نشون میده که دیگه تو شما با جنبش با نه تنها رو به نزول، منظورم این نیست که فردا خیابونا بزرگتر میشه، از نظر تبوتاب اجتماعی، شعارهاش، پتانسیل اجتماعی، پتانسیل خشم، پتانسیل اعتراض و میزان حامیانش، بلکه با یک جنبش رو به گسترش مواجه هستید. یادتون نره در ابتدای هر اعتراضاتی حکومت قویه، مردم میتونن ضعیف باشن، اما اعتراضات هر چی پیش میره حکومت ضعیف‌تر میشه و مردم قوی‌تر میشه. صحبت با خود شما
شما ادامه میدم. آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به اون وضعیت یگانه‌ای که در نازی‌آباد پیش آمد و مامورین امنیتی با مردم همراه شدن به نوعی. همین ساعتی پیش خبری آمده که سردار کوسری گفته اگه ماموران به وظایف خودشون عمل نکنن بازخواست میشن و یک دسته از این تهدیدهای اینجوری را آورده. احتمالاً اشاره‌ای داره به اینکه این تنها مورد نبوده و احتمالاً موارد دیگری هم بوده. چند وقت پیش فیلمی آمد از اینکه ماموران امنیتی دارن با هم دعوا میکنن. خب از نظر اخلاقی این ماموران در یک در واقع وضعیت بسیار سختی قرار دارن به این دلیل که باید هموطنانشون بکشن، به دلایلی که احتمالاً خود اینها هم خیلی از اون دلایل رو باور دارن، بهش اعتقاد دارن، خانواده‌شون، زنشون، بچه‌شون، همه آدم‌های دور و بر اینها هم گلایه‌های مشابه رو مطرح می‌کنن، حتی اگر به شخص خود اینها درگیر نباشن. در وضعیت فعلی به خصوص که گفته میشه نیروی سرکوب تحلیل رفته، خسته شده، در آستانه هفته 14 روز دوم از هفته 4 در از شروع درگیری ها و اعتراض ها و به گفته شما انقلاب که واقعا من تا یه حد زیادی به گفته شما موافق هستم، فکر میکنید اینها تا کی ادامه ممکنه بدن به لحاظ توانایی؟ از کجا به بعد دیگه اون سد اخلاقی میشکنه و دامنه گسترده ای از اینها به مردم خواهند پیوست؟ چون اگر همینجوری بشه اینجوری نمیشه ادامه داد، بالاخره یه جایی میشکنه. بعد ببینید، یکی از دلایل این که ما میگیم این دفعه فقط اعتراض نیست، یک انقلاب، ده ها دلیل میتونید بشمارید. یکی از دلایلش ریختن ترس عجیب مردم، شجاعت عجیب غریب دهه 80 هاست. یکی از دلایل دیگه‌ش این بود که برای اولین بار به این شکل، من تا اونجایی که من یادم میاد در دو سه دهه اخیر شما به صورت گسترده شاهد نافرمانی نیروهای سرکوب بودید، مخصوصا در ناجا. حتی سال 88 من یادم نمیاد چنین اتفاقی افتاده باشه به این شکل و با این وسعت، هرچند حکومت تونست تا حد زیادی سانسورش بکنه. ببینید، ساختار سرکوب در ایران اینطوریه که در سطح اول پلیس امداد ناجا هستش، در سطح دوم یگان ویژه ناجا میاد و بعد یگانهای نخبه‌تر ناجا مثل نوپو، در سطح سوم گرد، یعنی دیگه موقع اینها ناتوان میشن و در واقع یگان ویژه ناجا میگه من دیگه زونم نمیرسه، با مصوبه شورای تامین هر استان در واقع یگانهای یا گردانهای امنیتی امام علی میان وسط. اینا مال بسیج و سپاه هستن. گردانهای امنیتی امام علی در واقع از سال 88 تلفیق سپاهای عاشورا، گردانهای عاشورا از زهرا هستن. و بعد دیگه این که تموم بشه دیگه جمهوری اسلامی یگان ضد شورش یا یگان مقابله با اعتراضات مردمی نداره، بعدش دیگه سپاه محمد رسول الله تهران هست. شما در اعتراضات دیروز شنبه ناجا رو میدیدید، یگان ویژه، یعنی یگان امداد ناجا رو میدیدید، یگان ویژه ناجا به وضوح بود، نوپو رو میدیدید، گردان های امنیت امام علی که بخش بزرگش هم لباس شخصی ها هستن که با چوب و باتون میزنن کاملا میدیدید، و سپاه محمد رسول الله رو میدیدید. این خیلی نکته مهمی است. درسته مثل سال 88 همچنان مدیریت تهران ندادن به قرارگاه سالالله، بخاطر خب وسعتش از تعداد میلیونی جمعیت اونقدر نیست، یا شاید دلایل دیگه داره. منتها شما ببینید در بالاترین سطح سرکوب هستن. بعد از این یا باید برن سراغ خشونت بیشتر یا باید توپ و تانک بیارن. اینکه به اونجا میرسه یا نه من نمیدونم. من ساختاره دارم ساختار رو براتون توضیح دادم. منتها یه چیزو من میدونم، اگر قرار باشه همینجوری اعتراضات ادامه پیدا کنه حتی به صورت نوبه‌ای، منطقاً لحظه‌ای خواهد رسید که نیروهای ضد شورش و گارد ضد شورش دیگه اصلا توان جسمانی مبارزه رو ندارن. اینجا جاییه که حکومت‌ها اشتباهات بزرگ می‌کنن، با خشونت آدم می‌کشن و هر آدم کشته منجر به خشم بیشتر مردم میشه و شعله ورتر شدن انقلاب. بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدید یک خبر فوری رو از شاهد یک دقیقه بشنویم، بعد میریم سراغ آقای براتی. شاید بفهمید. سلاس باباجانی در استان کرمانشاه برای اولین بار امشب، یعنی شامگاه یک شنبه، وارد اعتراضات شده. الان مردم در خیابان هستن، شعار میدن. هنوز من گزارشی از برخورد مأمورین امنیتی ندیدم. شهرک نگین غرب تهران هم مردم به خیابان اومدن. تصاویری که من دیدم تاریک همین در واقع همین دقایق پیش هست که با همین دقایقی که با هم گفتگو میکنیم، شامگاه یک شنبه دارن شعار میدن، علیه دیکتاتور شعار میدن، علیه خامنه ای شعار میدن و دعوت میکنن مردم رو. این دو مورد بود و حالا یک سری هم در واقع حواشی هست که بعدا میتونم در مورد صحبت بکنم. بسیار خیلی متشکرم. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل همراه ما هستن. آقای براتی، عذرخواهی میکنم یکم منتظر شدید تا ما خدمت شما برسیم. ارزیابی شما از وضعیت فعلی اعتراض ها در ایران چطوره؟ به نظر شما در چه مرحله هستن؟ به نظر شما گام بعدی معترضان چی میتونه باشه؟ و من اگر از زبان متفکرین آلمانی و اروپایی بخوام صحبت کنم، میگم که اونها نظر بر این دارن که اون چه در ایران اتفاق داره میفته و افتاده یک جنبش اعتراضی رایج، شبیه اون چیزی که ما در کشورهای عربی دیدیم، حتی نوع انقلاب اون هم نیست. این یک انقلاب فرهنگی است
یک انقلاب علیه فرهنگ دینی است که جمهوری اسلامی 43 سال به ملت ایران تحمیل کرده. اینها بر میگردن حتی در تحلیل هاشون میگن که شیعه‌گری در ایران در زمان صفویه با یه اقلیت کوچکی آمد، چون ایران در اون زمان در رقابت با امپراتوری عثمانی بود، از این شیعه‌گری استفاده کردن به عنوان نقطه تحول و تهییج مردم علیه به اصطلاح سلطه‌گری عثمانی و موفق بودن. ولی اصلا منظور اون چیزی که الان خانشی که آقای خامنه‌ای، آقای خمینی از شیعه به ایران آوردن نبوده و الان به نظر میرسه که اصولا اون چی که با اون اقلیت شیعه تبدیل به اکثریتی در ایران شد، الان باید با این انقلاب فرهنگی برگرده به گذشته و ما دیگر اون نوع تحکم دینی و اسلامی رو اصلا نداشته باشیم. به همین دلیل هم اهل سنت الان در میدان مبارزه بسیار فعال هستن، در این مسئله شرکت دارن. برداشت همه این هست که انقلاب فرهنگی انقلاب یک روزه و دو هفته و سه هفته نیست. این انقلاب در ایران ادامه پیدا خواهد کرد و به موفقیت هم خواهد رسید. یه دلیل اصلیشون اطلاعاتی است که اینها دارن. خب سازمان‌های اطلاعاتی غرب مرتب گزارشاتی میدن. حالا غیر از اینها، همین دو روز پیش در استکهلم یک فرمانده ارشد ارتش ایران با یک خبرنگار آلمانی در اونجا، این در به اصطلاح در اینستاگرام ایشون هم اومده، خانم امیری، این رو گزارش کردن، با این فرد فرمانده صحبت کردن. ایشون خودش رو نتونسته ظاهر بکنه به دلایل امنیتی، ولی ایشون گفته که ارتش تحمل سرکوب ملت رو نخواهد کرد. تا حالا ایستاده. به محض اینکه سرکوب گسترده‌ای شروع بشه، ارتش دو پارچه و سه پارچه خواهد بود و اکثریت دنبال مردم خواهد آمد. این رو حکومت میدونه. علت اینم که تا به حال صبر کرده و اون سرکود گسترده رو انجام نداده، اتهامیست که خودشون هم از درون ارتش دارن هم از درون سپاه دارن. این برداشت عمومیست و به همین دلیل هم من فکر میکنم که بایستی که در حد ممکن از اونچه که در ایران میگذره حمایت کرد، اونها قوت قلب داد و حمایت از هر نظر. ببین، وقتی میگی که اونها معتقد هستن که پیروزی حتمی هست برای این انقلاب فرهنگی، منظورتون دقیقا چیه؟ یعنی اونها، اون ارزیابی هایی که دارید بهش استناد میکنید درباره پیروزی چی میگن؟ ارزیابیشون این هست که چون این انقلاب فرهنگی است، این آشتی‌ناپذیری داره و بازگشت به گذشته دیگه ممکن نیست. این جوانان به وضع پیشین بر نخواهند گشت. امروز هم اینجا و اونجا اگر سرکوب بدن، جای دیگه سر بلند خواهند کرد. این ادامه پیدا خواهد کرد. این تأثیر فرهنگی کار این جوانان روی خانواده هام کم کم اثرگذار شده. روز به روز خانواده های بیشتری به میدان خواهند آمد. بزرگسالان روز به روز بیشتر به میدان خواهند آمد. به همین دلیل اونا فکر میکنن جنبش اگر امروز میلیونی در همه شهرها نیست، این خواهد شد. تحلیلشون هست، من تحلیلی نمیشناسم در اروپا که بگه این جنبش با شکست روبرو خواهد شد. بسیار خوب، خیلی متشکرم. صحبت رو با آقای قاضی‌زاده ادامه میدیم. آقای قاضی‌زاده، شما نظرتون در مورد صحبت‌هایی که مطرح شد چی هست؟ به خصوص آقای برادی، خب بحث ارزیابی ارتش رو مطرح کردن. ارتش خب واقعا به طور عملی چیزی ازش ندیدیم. فرماندهان و اون رؤسای اصلی ارتش همیشه دم از این میزنن که خب حالا ما با بسیج و سپاه و اینا همه در یک جا هستیم. امروز هم عنوان شد که حالا بعداً حساب‌ها رو تسویه می‌کنیم. فکر می‌کنید واقعاً چقدر از اینها ممکنه خوشخیالی باشه؟ چقدر واقعاً این ارتش با اون ارتشی که می‌شناختیم یکی ممکنه باشه؟ ببینید، بله، در سطح فرماندهان ارتش تفاوت زیادی با فرماندهان سپاه وجود نداره، اما تو بدنه ارتش قصه فرق میکنه. من اصلا معتقدم در بدنه سپاه هم یک حدی برای توحش در واقع قابل پذیرش هست. از یک حدی به اون سمت ما در سپاه هم ریزش خواهیم دید. ببینید، همه چیز به اون باور ذهنی ربط داره. باور ذهنی وقتی که مردم یک کشوری میشه که ما باید و میتوانیم، یعنی هم باید این کارو بکنیم
بکنیم و هم میتوانیم این کارو بکنیم که این حاکمیت تغییر بدیم، این حس عمومی که در جامعه شکل میگیره به اون نیروی سرکوب هم منتقل میشه و در اولین گام اون لایه‌های پایینی ریزش میکنن و دست و پاشون میلرزه. نیروهای ایدئولوژیکشون که معمولا در چنین بزنگاهای میومدن برای حکومت مینوشتند، تو حوزه فکری کار میکردن، سکوت میکنن، پسیو میشن. یعنی میخوام بگم که این یک پروسه‌ایه که آرام آرام شکل میگیره. یکی از نکات برجسته‌ای که ما تو این اعتراضات میبینیم این هوشمندی مخالفان برای در واقع برداشتن این پله هاست. یعنی مثلا اینجور نبوده که ظرف 4 روز 5 روز هر روز فراخوان بدن که همین امروز همه بیان تو خیابون، با فاصله زمانی این فراخوان ها رو میدن و همه نیروهای سرکوب رو خسته میکنه. یعنی اینکه هر چی که میگذره شما از یک سمت ریزش میبینی، از یک سمت دیگه رویش، و این وقتی که جلوتر میره میبینید که اون هسته مرکزی که از قدرت میمونه ضعیف‌تر از اون هست که بخواد در مقابل این خشم عمومی مردم در واقع مقاومت بکنه. یک گزارشی رو ما هفته گذشته رئیس مرکز کارسنجی در واقع دانشجویان این رو اعلام کرد که گزارشی رو گفت که خیلی معنی داشت. گفت که خشم عمومی مردم از حاکمیت به نقطه خطرناکی رسیده. از 24 فاکتوری که برای اعتراض در جامعه وجود داره، مهمترین فاکتوری که در ایران هست خشم عمومی مردم از حاکمیت هست. یعنی این باور الان در حکومت وجود داره که مردم به لحاظ ذهنی و فکری خواستار ادامه این حکومت نیستن، ولی به خاطر اون تکنیک هایی که حاکمیت استفاده میکرد هیچ وقت توسعه بدن این خواسته درونشون رو بالفعل بکنن. الان زمانی رسیده که نسل به خیابون اومده که شجاعت داره، خودشون مقید به خطوط قرمز حاکمیت نکرده و همه ترفندهایی که حاکمیت در سنوات گذشته استفاده میکرد و مؤثر بود روی این در واقع نسل کار نمیکنه و کار نکرده تا الان. به همین خاطر همین شجاعت این نسل است که پله پله اون لایه‌هایی که حالا شاید در گذشته ترس درونی داشتن یا به هر حال ملاحظاتی داشتن که به خیابون نمی اومدن کم کم دارن اضافه میشن. و به همین خاطره که بقیه دوستانم فرمودن که هر چه جلوتر میریم این موجی که ما در جامعه میبینیم بزرگتر میشه، حضور مردم پررنگتر میشه و در سمت حاکمیت هم آرام آرام ما ریزش هایی میبینیم که برخی از حاکمیت فاصله میگیرن، برخی به مردم میپیوندند و همون جوری که گفتین احتمال چند پاره شدن ارتش وجود داره، پیوستن بخشی از ارتش به مردم وجود داره، احتمال ریزش نیروهای سپاه وجود داره و همین در نهایت اونجا یه نقطه میرسه که دیگه حاکمیت قادر به مقاومت نیست. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای قاضی‌زاده، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و اومدید، میدونستم خیلی کار دارید، خیلی خیلی متشکرم از شما، ازتون خداحافظی میکنم. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار همچنان با ماست. آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های آقای قاضی‌زاده رو شنیدید، ارزیابی شما چی است در یک همچین وضعیتی وقتی که خشم عمومی اینقدر بالاست، امکان در واقع تحلیل رفتن نیروهای سرکوب وجود داره، احتمال ریزش در بدنه سپاه ارتش و اینها وجود داره، این خطرات رو همه رو حکومت باش مواجه، اینجا ممکنه چه ترفندی بزنه که باعث بشه یک سوپاپ درست بکنه برای رها شدن این خشم عمومی؟ برخی صحبت از این میکنن که ممکنه یک در واقع یه بخش هایی رو بپذیره برای اینکه بتونه این خشم عمومی رو کاهش بده. آیا حکومت راهی داره، یه همچی ترفندی رو در اختیار داره؟ و در سوی دیگر معترضان الان تو چه موقعیتی هستند؟ آیا هیچ گونه ای امکان داره که از خواست اصلیشون بیان پایین؟ و بذار اول من بگم که من دوگانه سازی که خیلی هم رایج میکنن رو بین سپاه و ارتش به این شکل واقعا قبول ندارم. نظرم بیشتر به آقای قاضی‌زاده نزدیکتر هست. در واقع اگر قرار باشه که چنان کشتاری صورت بگیره یا مثلا وارد چنین فازی بشه، من فکر می‌کنم در سپاه پاسداران هم بخشی از نیروها دچار ریزش خواهند شد به دلایل مختلف. بخششون خب واقعا مذهبی هستن، خب دلیل مذهبی هیچ نمیتونن توجیه کنن کشتن مردم رو، اونایی که فاسد نیستن، اونایی که فاسدن که هیچی. بخشی از سپاه پاسداران ممکنه حتی جدا بشن به خاطر که مذهبی نیستن، فاسد هم هستن، ولی خب پولاشون رو می‌خوان نگه دارن، نمی‌خوان بعداً گرفتار بشن. و همچنین دلایل دیگه برای من فکر می‌کنم هر دو اینا دچار ریزش میشن. زمینی که در تقابل بین سپاه و ارتش همه فرماندهانشون برای خامنه‌ای وفادارن، اساسا سپاه ساخته شده برای جنگ شهری، ارتش توانایی دیگه ای داره. ارتشی که در ایران ما داریم به معنی ارتشی که در مصر هست یا در پاکستان هست نیست، اصلا خیلی از چیزا رو نداره، خیلی امکاناتو بلد نیست، اون اعتماد به نفس رو نداره. و میدونید میخوام بگم اساسا این دوگانه سازی که ارتش ممکنه وارد بشه مردم رو نجات بده، به نظرم دوگانه سازی درست نیست. مردم خودشون میتونن کاری بکنن که در ساختار قدرت
دچار ریزش بشیم از جمله در ارتش فساد. در حال وقتی اینها دچار ریزش بشن یه تاثیر جدی داره در بحث سرکوب، دست مردم رو خیلی میاره بالا. دقیقاً همینطوره. ما یه سری از لغات داریم بین جامعه شناسی و مهندسی مشترک، یه چیز هست بهش میگن آستانه فتیگ، آستانه خستگی. داستان این است که یه چوب خشک شما اگر تا کنید سریع میشکنه، ولی مثلا یه آهن نرم مثل آلومینیوم شما اگر بخواید بشکنید چندین بار باید اینو خم و راست کنید. از یک نقطه ای در اون در واقع جایی که در لولا هست، مفصل هست، شروع میکنه شکاف‌های ریز ایجاد شدن تا به پارگی و شکستنش منجر خواهد شد. آستانه فتیک در نیروهای آشوب اگر بخواید در نیروهای مقابله مثلا با نمیدونم نیروی سرکوب در جمهوری اسلامی اگه بخوایم حساب بکنیم بشه که اعتراض دائمی باشه کمتر از 4 هفته است. این نکته خیلی مهمیه. بنابراین از یک نقطه اگر اعتراضات دائمی باشه در نیروی سرکوب شما دچار نیروی سرکوب از هم گسیخته خواهد شد. تکرار میکنم از اینجا اشتباهات بزرگ حکومت هر کدوم ممکنه منجر به خشم بیشتر بشه و ریزش بخش بزرگی از مردم. مسئله این جمله آخر بذارید بگم، مسئله اینه که این فرآیند خیلی داینامیک و پیچیده است، قابل پیش بینی نیست. یعنی حکومت میتونه نیست که مترسک باشه، ابزارهایی داره، بازیهایی میتونه بکنه، مردم هم از اون طرف برنامه‌های خودش رو دارن. برنامه کاملا قابل پیش بینی نیست، اما مسلم هست که در رقابت بین حکومت برای استفاده از نیروهای سرکوب و مردم مسلم هست که نیروهای سرکوب نهایتاً شکست خواهند خورد به حکم تاریخ، بر اساس دیالکتیک تاریخ و بر اساس واقعیت که جمعیت چندین برابر بزرگتر از نیروهای سرکوب هست در همه جای دنیا. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای براتی. یه نگاهی بکنیم به وضعیت در سمت اتحادیه اروپا. امروز وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که آلمان داره فشار میاره به اتحادیه اروپا و دنبال میکنه این رو که کسانی که در سرکوب معترضان در ایران دست داشتن رو اموالشون رو مسدود بکنه، ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا براشون ایجاد بکنه. این در ادامه چیزی است که در کانادا دیدیم اتفاق افتاد و 10,000 نفر آدمی که گفته شد در سرکوب دست دارن قرار شد اموالشون فریز بشه و همینطور ممنوعیت ورود به کانادا براشون صادر بشه. به نظر میرسه که یک مجموعه اقدام‌های بین‌المللی یکی بعد از دیگری داره اتفاق میفته دومینووار برای جمهوری اسلامی و کسانی که در سرکوب مردم دست دارن. فکر میکنید گام بعدی اتحادیه اروپا چیه؟ و اصولا نگرانی های اتحادیه اروپا برای اینکه جدیتر برخورد نمیکنه با جمهوری اسلامی چیه؟ خب اجازه بدید به یه نکته در رابطه با سپاه اشاره کنن که بی ربط نیست به این پرسش شما، و اون این است که 65% سپاهی ها سرباز وظیفه هستن، خدمتشون رو در سپاه انجام میدن. اون کادر ساختاری سپاه یه چیز بین 30-35% که در اونها اون وقت اگر ریزش پیدا بشه معلومه عواقب گسترده‌ای خواهد داشت. بنابراین 65% خیلی راحت میتونن خودشون رو کنار بکشن و این نقش بسیار مهمی داره. اما در مورد پرسش شما، به نظر میرسه الان کشورهای اروپایی و کانادا، من امریکا رو خیلی الان نمیدونم چه جوری در اینجا بدم، اینها در یه وضع همون کنفرانس گوادلوپی که قبل از انقلاب در مورد سرنگونی نظام سلطنتی انجام گرفت، در شکل دادن به همچی کنفرانسی هستن. یه مسئله خیلی خوب، ما در اروپا اکثر الان وزرای خارجه زن هستن. وزیر خارجه آلمان روزی که آمد اعلان کرد که در صدر سیاست خارجی من آلمان حقوق بشر و حقوق زنان خواهد بود، من یک سیاست فمینیستی رو دنبال خواهم کرد. الان تر این هفته‌های گذشته مرتب مطبوعات آلمان، روشنفکران آلمان مرتب حمله کردن به این وزیر خارجه که خب از اون چیزی که شما اعلان کردید در رابطه با ایران که کاری انجام ندادی. ولی بعدن معلوم شد که به اصطلاح ایشون در گفتگو با دیگر وزرای خارجه اتحادیه اروپا دنبال یک همسویی بودن. این همسویی تا اندازه دیگری به دست آمده. اونچه که شما بهش اشاره کردید الان در سطح اروپا دنبال پیاده کردنش هستن. خب برای اون یه موانعی وجود داره. موانعش یه قسمتش این هست که معمولا وقتی همچین مرحله‌ای رو کشوری با کشور دیگر آغاز میکنه، این مرحله‌ای است که پایان روابط دیپلماتیک میتونه باشه. این کار رو اینها قاعدتا بلافاصله انجام نمیدن، بلکه میتونن با فراخوندن سفرهاشون و حداقلی کردن روابطشون باشه. دنبال این اون چیزی که در رابطه با آفریقای جنوبی انجام گرفت، منع واردات و صادراته، هر گونه ارتباطات اقتصادی رو با جمهوری اسلامی قطع کردن.
خب این عواقب گسترده روی تولید و توزیع و صنعت و درآمد ملی در کشورهای اروپایی خواهد داشت. دنبال این میگردن که این رو چگونه عمل کنند که به جای جمهوری اسلامی جاهای دیگه برای این به اصطلاح محل واردات صادراتی پیدا کنند. دنبال این هم هستن. چون اینها رو یک به یک الان دنبالش دارن میرن، من حدس گمانم اینه که الان این سیاست واقعا همون سیاست گوادلوپی است. اینها جمهوری اسلامی یک نظام در حال رفتن، بیماری که در حال مردنه میبینن و فکر میکنن دیگه روی این نظام نمیتونن و نباید سرمایه گذاری بکنن، منتها نوع سرمایه گذاریشون رو میخوان به تدریج در سیاست خارجیشون نشان بدن که ما شاهد این در هفته های آینده خواهیم بود. آقای براتی، یه نکته خیلی مهم در صحبت‌های شما بود، گفتید یه چیزی شبیه اون گوادلوپ دارن شکل میدن که بتونن تصمیم بگیرن. مردم ایران مردمی هستن که برای کرامت انسانی انقلاب کردن، برای آزادی تو خیابونا هستن. مهمترین دلیل بودنشون این هست که به گفته اون بخش اول صحبت شما یک انقلاب فرهنگی بزرگ در جریان. شما فکر میکنید همچین مردمی اصلا اجازه میدن کسی بشینه یه جای بیرون براشون تصمیم بگیره که شما چیکار میخواییم بکنید؟ و اصولا در شرایط فعلی چقدر اروپا به این درک و شعور ممکنه رسیده باشه که مردم ایران حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن؟ بله، مردم سال 57 هم هیچ وقت دنبال این نبودن که کسی بیاد و حکومت رو برکنار کنه. این نبود، هیچ وقت منتظر اون نبودن. ولی یک مسئله هست در این که همیشه این عکس‌العمل‌های بین‌المللی علامتی هست برای یه ملتی که می‌بینن که ما مبارزه ما درجه یه توافق، یک موفقیتی الان رسیده، به اونجا رسیده که حتی کشورهای خارجی دارن پشت حکومت رو خالی میکنن. خب ما میدونیم در رابطه با خاورمیانه بسیار صحبت از این بود که جمهوری اسلامی برای نظم خاورمیانه بسیار مهمه و اگر در ایران اتفاقی بیفته، نارامی به وجود بیاد، این اثرگذار خواهد بود. الان میبینن که کاملا برعکسه. یک نوع هماهنگی فرهنگی میان ملت ایران، لبنانی‌ها، عراقی‌ها، سوری‌ها به وجود آمده، داره کل منطقه تحت تأثیر متقابل عوض میشه. بنابراین اون فرضی رو که اونها داشتن ممکنه ایران به هم بخوره، تجزیه طلبی درش قوت بگیره، با هوشمندی که احزاب کرد ما نشون دادن، خیلی هوشمندی نشون دادن با این بمبارانی که مرکز پایگاهاشو مرتب شده، کیشون عکس‌العمل متقابل نشون ندادن، وارد مبارزه مسلحانه نشدن، اعتراضات و اعتصابات رو تشدید کردن، همین الان هم ادامه میدن. بنابراین این شعار کردستان کردستان چشم و چراغ ایران به معنی واقعی خودش واقعیت در سیاست پیدا کرد. این رو هم اروپایی ها میبینن. این همراهی کردها با جنبش اعتراضی مردم بسیار اثرگذار بوده. بسیار خوب، خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید یک صحبت کوتاه با شاهد علوی همکارم داشته باشیم که خبرهایی داره از همین لحظه در ایران. بفرمایید شاهد. سیما، ما در واقع در این لحظه که ما هم گفتگو میکنیم شامگاهی یک شنبه، الان اعتراضات رو در یاسوج داریم، مردم در یک از خیابان‌های شهر اومدن و دارن شعار میدن، در نازی‌آباد داریم تجمعی شکل گرفته، در شهرک ولیعصر داریم تجمع شکل گرفته، این و البته اشاره کردم ثلث آباجانی برای اولین بار، شهرک نگین غرب تهران، و اعتراضات در سنندج، مهاباد، کرمانشاه ادامه داره. خبرهایی هم داریم در واقع از بوکان. علاوه بر این که نکته‌ای که خیلی قابل توجه هست این هست که برای اولین بار در تاریخ 40 چند ساله جمهوری اسلامی دیشب، یعنی دیشب منظورم در واقع بامداد روز یک شنبه هست، استاندار کردستان اعلام کرده بود که به خاطر اینکه میلاد پیامبر مسلمانان اهل سنت میشه فردا، یعنی امروز یک شنبه، مدارس تعطیل خواهد بود. یعنی این اولین بار مدارس کردستان، استان کردستان، که البته مثلا چون این پیام خیلی دیر رسیده بود در سنندج، در سقز، برخی دانش آموزان اصلا خب بامداد یک شنبه بوده ندیدن، رفتن اونجا بعد برگشتن و تظاهرات شده و تنش و اینا درست شده. این قابل توجه بود که این میت در واقع وحشت حکومت هست، بازتاب دهنده ترس حکومت هست از اعتراضاتی که از جمله دانش آموزان دبیرستانی پیش روش هستن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. صحبت رو با آقای مهدوی آزاد ادامه میدیم. آقای مهدوی آزاد، شما ارزیابیتون از صحبت‌های آقای براتی چی هست و فکر می‌کنید که اصولاً الان در عرصه بین‌الملل به خصوص در داخل اروپا با صحبت‌های امروز وزیر خارجه آلمان و اینکه به
هر حال به نظر میرسه اتحادیه اروپا داره یکم جدی‌تر بررسی میکنه وضعیت تغییر رو در ایران. به کدوم سمت دارن میرن اینها و اصولاً حق تعیین سرنوشت مردم ایران در شرایط فعلی برای اونها چه معنی داره؟ و ببینید اعتراضات اخیر به صورت شایع متواتر ما میشنویم که تاثیر خیلی بزرگی گذاشته بر دولت‌های اروپای غربی، مشخصاً دولت‌های اروپایی و بعدش آمریکا. باز این شایع متواتر هست که این دولت‌ها خواستن از گروه‌های حاشیه‌ای، از اتاق‌های فکری خواستن که به اونها پیشنهاد بدن، به وزارت خارجه پیشنهاد بدن که آیا لازم هست سیاست اونها در قبال ایران عوض بشه برای اولین بار در 40 سال گذشته یا نه. اعتراضاتی که ایرانی‌ها برگزار کردن مثلا خیلی این فرآیند رو تسریع کرده. منتها خب به رفتار حکومت ایران هم بستگی داره، به کاری که حکومت ایران هم میکنه بستگی داره. مجموعاً میخوام بگم که همینجا اگر لطف کنید رفتار حکومت ایران هم به رفتار اون بستگی داره، یعنی چی؟ منظورتون بحث کشت و کشتار در داخل هست یا اینکه به هر حال بازوهای خودش رو در جای دیگری فعال بکنه، لابی های خودش رو فعال بکنه، تصویر دیگری بخواد از انقلاب مردم ایران نشون بده، کدومش؟ نه، تصویری که با پروپاگاندا نمیتونه کار کنه، منظورم بازوهای پروپاگاندا نیست، منتها حکومت‌های مستقر مثل حکومتی از جنس ایران به هر حال هنوز یه کارتایی دارن که غربی‌ها حاضرن بخرن. همچنین اشتباهاتشون ممکن هست در واقع تسریع بکنه فاصله گرفتن کشورهای غربی رو. مشخصا بخوام مثال بزنم، اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار بزرگی بزنه، مثلا شبیه اون کاری که در نیزارهای ماهشهر که سال 98 خب یه جور خواهد شد کشور ایران. همین الان در زاهدان کشتار کرده، تعدادش هم از کشتار ماهشهر بیشتر بوده. بله، همینطور هست. اینا بخشی از بحران، همین الان تا الان که میبینید این اتفاقات افتاده، این صحبتی که میکنن داشت از همین رفتار هاست دیگه. در ادامه طبیعتا میتونه تسریع بکنه، اگه اونها نبود که الان که دولت اروپایی ما صحبت از این نمیکردیم که میخوان چیکار کنن و چه تصمیماتی دارن میگیرن. یه نکته دیگه، باز به هر حال با امتیاز دادنش هم در حوزه برجام هم در حوزه کشور خاورمیانه، باز کشور غربی هستن امتیاز بخرن. منتها من یه چیز باز به تاکید دارم میگم، میخوام بگم که این معادله اصلا این شعار نمیدم، این معادله اصلا معادله نیست که کشور غربی توش نقش بزرگی داشته باشن. ما یه دیگه در واقع توهم توطئه هست، میگن نمیدونم انگلیسی ها جمهوری اسلامی رو نگه داشتن، آمریکایی ها نگه داشتن. بله، دولت بایدن به ما داریم میبینیم بعضی وقتا چراغ سبز شاخ زیتون نشون میده، قابل انکار نیست، درسته. منتها واقعیت نیستش که کشور غربی اصلا نمیتونه جمهوری اسلامی نگه داره اگر مردم ایران بخوان عوضش بکنن. دولت های مستقر، نمونه که در سوریه دیدیم، دولت مستقر یه ابزارهایی دارن، کشور غربی هم مجبور میشن بعضی وقتا به این ابزارها تن بدن. کشور غربی زمین که این جمله رو بگم، به هر حال واسهشون مسئله پناهندگان، مسئله ناامنی، قیمت نفت، صادرات نفت، اینا براشون مسئله مهمه، انرژی مهمه. مطلب در نهایت اگر مردم اینا تصمیم بگیرن، کشور غربی کار زیادی نمیتونن بکنن. فکر میکنم نباید کسی انتظار داشته باشه غربیا بیان سفارت رو تعطیل کنن، غربیا بیان جمهوری اسلامی رو عوض کنن، بعد مثلا بدن خب بگم فلان بیا شما حکومت کن. عوض نکنم، ولی حداقل سفارت‌ها رو که میتونن ببندن. یعنی عملاً با یه حکومتی که کودک روی 7 ساله رو 20 نفر نیروی امنیتی میرزن میزنن، زن باردار رو کودک میزنن، مردم رو به گلوله میبندن، حداقل استاندارد حقوق بشر یک واکنش جدی دیپلماتیک رو میطلبه دیگه، نه؟ بعد ببینید این جور این فهمش که شما میکنید درست از نظر اخلاقی درسته. بعد مشکل این هستش که اگه من بخوام اینو بگم از نظر عملی اینطوری نیست، انگار دارم از جمهوری اسلامی دفاع میکنم. مثلا این هستش که حتی مثلا جایی که از گوایدو اومدن دفاع کردن، خب رفتارشون رو ببینید، تازه اونجا خیلی روشن گفتن ما دیگه قبلی رو به رسمیت نمیشناسیم، سفارت هم حاضریم تحویل گوایدو بدیم، حتی گفتن راجع بودجه و بدهیای اونجا ما حاضریم با گوایدو صحبت بکنیم. مسئله بودن حکومت های مستقر. بعد میگم تعارف نداریم دیگه، چیز نمیخوام پشت سر کشور غربی حرف بزنم یا الکی تعریف بکنم. به هر حال براشون اولویت اولشون حقوق بشر نیست، خوب یا بد براشون مسئله امنیتی مهمتر از حقوق بشر. بالاخره امیدوارم این انقلاب فرهنگی در ایران این رو هم به کشورهای غربی یاد بده. خیلی متشکرم، اجازه بدید یه چند ثانیه هم فرصت بدیم به شاهد علوی. کرم سیما جان، ما میخوام یه در واقع آپدیت کلی بدم که در طول روز یک شنبه و شامگاه یک شنبه الان که هستیم، در سنندج، در مهاباد، در سلاس باباجانی، شرک نگین غرب تهران، یاسوج، شرک ولیعصر تهران، نازی‌آباد اعتراض داشتیم. دم غروب در سقز یک خیابانی رو بستن، خیلی موقت کوتاه بود، بعد مامورین اومدن حمله کردن بازش کردن. اما در طول روز فقط این شهرها نبودن، البته کرمانشاه رو داشت یادم میرفت، سنندج رو گفتم. در طول روز ما در دانشگاه‌های بین‌المللی قزوین، آزاد تهران، سوهانک، الزهرا، در واقع تهران، امیرکبیر، علامه، تعداد مدرس داشتیم و دانش آموزان در همدان، اهواز، فردیس، کرج. وقتمون اگه تموم شده من کوتاه می‌کنم. بله، مرسی، خیلی متشکرم. ممنونم از شاهد علوی، مهدی مهدوی آزاد، آقای قاضی‌زاده و آقای براتی که مهمانان ما بودند.